امروز با رأی دادگاه تجدید نظر که در کاخ دادگاه‌های سلطنتی لندن تشکیل شد، ابو قتاده واعظ رادیکال یک بار دیگه از خطر اخراج به اردن نجات پیدا کرد. پرونده ابو قتاده بعد از اون به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد که کمیسیون ویژه اداره مهاجرت رأی داده بود که اگر این شخص را به اردن بازگردانند، ممکنه در محاکمه غیر منصفانه تحت محاکمه قرار بگیره و از شواهد و مدارکی استفاده بشه که با شکنجه از شرکای جرم وی گرفته شده. تریسا می وزیر کشور بریتانیا بعد از اون تصمیم گرفت که از دادگاه تجدید نظر بخواهد که تصمیم کمیسیون ویژه اداره مهاجرت رو بلااثر بسازه. امروز قضات دادگاه تجدید نظر طرف کمیسیون ویژه اداری مهاجرت رو گرفتند و گفتند که ابو قتاده هنوز با این خطر روبروست که در اردن تحت محاکمه غیر منصفانه قرار بگیره و از اظهاراتی که با شکنجه از شهود گرفته شده علیه اون استفاده بشه. قضات دادگاه تجدید نظر اظهار داشتند که اگرچه ابو قتاده فرد بسیار خطرناکی محسوب میشه، اما این ملاحظه به جایی تحت قوانین حقوق بشر نخواهد بود. وکلای وزارت کشور بریتانیا استدلال کرده بودند که طبق قوانین اردن شکنجه ممنوع است و همینطور استفاده از اظهاراتی که تحت شکنجه از شهود گرفته بشه. ابو قتاده که زمانی از او به عنوان نماینده ی اسامه بن لادن در اروپا یاد می شد، در اکتبر سال 2002 در جنوب لندن دستگیر شد و به زندان بلمارش فرستاده شد. از اکتبر 2002 تا سال 2012 آقای ابو قتاده چندین بار به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود که آخرین بار آن نوامبر سال 2012 بود. اما به خاطر نقض شرایط مربوط به آزادیش به قید وثیقه، اوایل ماه جاری میلادی بار دیگر دستگیر شد و به زندان بلمارش فرستاده شد.